از اون قسم که آگاه هستین، افغانستان ولایت خیلی زیبا داره، خیلی سرسبز و خیلی دیدنی، اما افسوس که به خاطر جنگ و ناامنی مردم نمیتونه درست گشت و گذار بکنه، که یک از اون ولایت‌ها ولایت تخار هم است. بیاین بیشتر از اوضاع تخار با خبر شیم که مهمان خیلی خوب ما آقای اجمل حیدری هستند، دانشجو هستند که روی این موضوع صحبت می‌داشته باشیم امروزشون. خیلی خوش اومدین صبحتون. سلامت باشین، تشکر صبح شما. من جناب بخیر، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، همکار تکنیکی تان و تمام بیننده های عزیزی که چه داخل افغانستان و چه خارج از افغانستان از طریق برنامه زیبای تان ما را تماشا میکنند. سلام های گرم خود تقدیم شما میکنم. امید است که یک صبح پر از خوشی و صمیمیت و آغاز کرده باشند. خیلی خوش آمدین. شما در ابتدا میخواییم از زبانتان بشنوم در مورد ولایت تخار یک معرفی کوتاه داشته باشیم. خب اصلا خب افغانستان، کل افغانستان باید ما یادآوری کنیم که یک کشور خیلی ها زیباست، اما بحث ما روی موضوعاتی که اینجا تخار از بحث میکنیم. تخار یک ولایتی است که تقریبا 16 ولسوالی داره، همه ولسوالی هاش از لحاظ سرسبزی، از لحاظ زیبایی که ما بر شما قبلا یادآوری کردم، و فعلا خب ما هم نمیتونیم که، چون به دو بود میتونیم تقسیم کنیم، یک بودی که منفی داره و یک بود مثبت. بودی مثبتش هم ما میگیم که از لحاظ حاصل خیزترین ولایت است، یا ولسوالیاش هم این گونه است که از لحاظ استراتژیکی خیلی ها چیز، و بر علاوه او که ما بودی منفی شکل مطالعه میکنیم، یک ولایتی فعلا کاملا جنگ زده و فعلا کنمونجا جای جنگ و چی قرار گرفته است. خیلی خوب، بیاین از وضعیتش همچنان بگین که چی گونه از وضعیت در خب ولایت تخار را از لحاظ ژئوپلیتیک مطالعه کنیم. یک منطقه خیلی ها مهم سوق الجیشی است، خصوصا اولسوالی دشت قلعه و ماورای کوکچه یک نقطه خیلی ها مهم است که در اینجا فعلا جنگ به شدت جریان دارد، و اگر شما از طریق صفحات اجتماعی، از طریق مطبوعات شنیده باشین که در اینجا تقریبا 8 ماه میشه که در اینجا جنگ است، جنگ هم به شدت جریان دارد، اما توجه جدی صورت نمیگیرد. اما یادآوری میکنیم که جنگ در اینجا به شکل به همین منوال ادامه کند، پیدا کند، چه فاجعه ای رخ میده. شما فرض کنین که فعلا اولسوالی 6 اولسوالی یا 7 اولسوالی که مربوط به ماره کوکچه میشه در تصرف طالبا قرار داره، و اگر به توجه جدی صورت نگیره، به زودترین فرصت یا به زودترین وقت شاید سقوط ولایت خود مرکز طالقان خواهیم بود. خیلی خوب، و نظر شما اگر جنگ ادامه پیدا کنه، همین وضعیت ادامه پیدا کنه، چی فاجعه‌ای را به بار خواهد آورد؟ باشین، من خب قبلا همین سوال مطرح کردم براتون، بازم دوباره مطرح میکنم. گفتم که ولایت تخار متشکل از 16 ولسوالی است که فعلا ما جنگ های قبلا هم که در ولسوالی دشت قلعه، در منطقه باغ بایان که 2 دانه طالب یا 3 دانه که به شکل مخفی اونمو پلان هایشون مشانه تر همه کردن، اما این موضوع را ما چندین بار به مقامات بلند پایم یادآوری کردیم که به این توجه جدی صورت نگرفته است. اما بود که باعث سقوط ولسوالی دشت قلعه یا باعث سقوط ولسوالی خوجابادین، خوجایغار که شاهدش هستیم، و فعلا هم که ولسوالی رستاق یکی از امنترین ولسوالی های ولایت تخار بود که فعلا موقعیت های اوزین کوتل میگه که چک پوینت های طالبان جا سرعت میگره، و ولسوالیش کمیش هم همین طور از ولسوالی های بعض مثال ولسوالی بنگی هم همین طور است. خب یک به همین قسمی که شما گفتین به همین منوال ادامه پیدا کند، یک فاجعه خیلی بزرگتر را خواهد. خیلی خوب، کی رهبری میکنه این جنگ ها را؟ آیا مانی جنگ ها شده میتونن یا خیر یا از توانشان نیست؟ خب در حاصل جنگ کسی که در رأس نیروهای امنیتی که در ولایت تخار قرار دارد، ما فرض گفتم میتونیم که آدم های بیکفایت، آدم هایی که تجربه کافی ندارن. چه قسم؟ شما فرض کنین که بست قماندانی امنیت ولایت تخار تورن جنرالی است، ولی متاسفانه تا هنوز از دگروال بالا وظیفه اجرا نکردن. ما چه قسم امیدوار باشیم که به بست تورن جنرال یک دگروال بیاید وظیفه اجرا کنه، و ایرم امیدوار باشیم که این جنگ رو به شکل یک مثبت
به شکل یک راهی که بهتر کنترل کند. این غیر ممکن است که ما و شما این مسئله رو یادآوری میکنید. خیلی خوب، آیا مقامات بلندپایه هم خبر دارن از این جنگ ها؟ آیا کدام اقدام داشتن یا خیر؟ تا هنوز خو نخیر، تا هنوز قسمی که شما میفهمین دینا روز از طریق دوستایی که اونم اونجا قرار داشتن در خط اول نبرد که در روز سوری دشت قل هستن، چندین بار تماس های مقرر که بار ما می آمد تا می گفتن که تقریبا 30 روز میشن نیروهای کمکی در ولسوالی دشت قلا آمده. فعلا قریه آیخانیم است، قریه سسخکل است، قریه بندر اونمو مربوط ایراتان میشه که جنگ به شدت جریان داره، اما تا هنوز اقدامی که به یک داشته باشه تا هنوز نکرده. و ایرم دوستای رسانه ای ما به مقامات بلند پایه گزارش دادن، اما استدلالشان این بود که چنین گزارش را تا هنوز بر ما مطرح نساختن، اما مطرح هم ساخته باشن تا هنوز توجه خاص صورت نگرفته به این مسائل. خیلی خوب، بیاین از وضعیت مردم بگین، مردم در چی وضعیت است، اونا چی میگن؟ خوب قبلا که تقریبا یک نیم ماه پیش یک جنگ خیلی تقریبا 10 روز یا بیشتر از اون صورت گرفته بود، با بیش از 4000 فامیل که از اونجا بیجا شده بود، ولایت های تخار، ولایت امول سالی هایی که همون بود اونجا فرار کرده بودن. خب اینجا ضرر که میبینه اما کسای مردم محل، کسای مردم های ملکی ضرر زیاد میبینن. شما ببینین که میکه یادواری کردم براتون این 3 یا 4 قریه که فعلا زیر تسلط طالبان، خب بر علاوه که دیگه موقعیت ها مکمل که ولسوالی دشت قلعه یا ولسوالی های انجواری دشت قلعه که هست زیر تسلط طالبان قرار داره. اما که ما دین روز هم که تماس داشتن که از کسایی که جنگ رو رهبریت میکنه در کمیساری های خانم قریه های خانم، اونا گفتن که ما زیر تا هنوز محاصره طالبان قرار داریم. گفتم که پیش از بر شما یادآوری کردم که تقریبا 3 روز میشه که نیروهای امنیتی رفته داخل شهر هستن تا هنوز که اقدام به این جنگ کرده باشن. شما ببینید که امروز قریه های خانم یا قریه ایرتان یا قریه سسخکول که است، او به یک مرکز استراتژی قرار داشت، به یک نقطه صفری قرار داشت، امروز به دست طالبان صورت میگه. ما نمیفهمیم که گذشته و آینده را که اگر آینده در می قسم این به همین منوال ادامه پیدا کنه که فاجیشه الله یکتا میدانه. به همین قسم اگر که ما روش یا هر کسی که ببخشین سوال خود زیادتش مطرح کنم، هر کسی که به صفت قماندان ولایت یا به یک وظیفه که جایگزین میشه یا که به رأس اونمون نیروهای امنیتی که قرار میگیرن، هر کدامشان به خود یک تاکتیک میاره، یک روش جنگ را میاره. اما این روش جنگ برخلاف یا برخلاف آن صورت میگیره که به جای که به شکل مثبت استفاده شه، متاسفانه این قسم تا هنوز صورت نگرفته است. خیلی خوب، مسئولیت دولت چی است به نظرتون؟ باید چی کارای انجام بدن تا امن شود؟ خب مسئولیت امنیتی که هست، شما ببینین فعلا کمیت و کیفیت در نیروهای امنیتی و بالخصوص در رأس ارگانهای امنیتی و ارگانهای کشفی که قرار داره متاسفانه نیست. شما قبلا هم خب براتون یادآوری کردم و تماس هم داشتن، ببینید چقدر در ولسوالی دشت قلعه یا ولایت هایی که خود مرکز ولایت تخار چقدر از لحاظ نیروهای امنیتی که کمیت داشتن باشن متاسفانه نیست. شما بچن جهت ما یا بچن کتگوری تقسیم میکنیم، فرض کنین که یا نیروهای امنیتی چی از لحاظ پلیس باشه یا چی از لحاظ پلیس محلی باشه، یک تعدادشان به خاطر امنیت شهر، یک تعدادشان به خاطر امنیت مردم، به خاطر آرامش مردم، و یک تعدادشان به یک کسی پیگرد قانون صورت میگیره. اگر نیروهای کافی نباشن، اگر نیروهایی که ما و شما امروز ببینین به جایی که از نیروهای نظامی استفاده کنیم، اما متاسفانه به این جنگ از خیزش مردم استفاده میشه، از پلیسی که کسایی که پلیس محلی است از امنا استفاده میشه. اما توجه جدی تا هنوز صورت نگرفته، یک بسیجی که بین نیروهای امنیتی که صورت گرفته باشه متاسفانه نخیر تا هنوز صورت نگرفته. بله خیلی سپاس شما که تشریف آوردید. خیلی تشکر. خیلی کوتاه میتونم پیامتون را هم بگم؟ خب پیام ما با اولا ملت شریف افغانستان بالخصوص ولایت تخار امین است که
ما تا زمانی که یک جا بسیج نشویم، یک جا نشویم، همه باید با قبال این جنگ، در قبال ملت، در قبال کشور مسئولیت داشته باشیم. تا زمانی که خود مسئولیت پذیر نباشیم، اجگا نمیتوانیم که جنگ را دور دنیایی را مهار کنیم. خوب پیام من خصوصا به دولت مردان یا هر نشینان همی است که ما فعلا جنگ های نمایشی، جنگ های سیاسی، جنگ های تجارتی که فعلا دارند، متاسفانه که قبلا هم براتون یادآوری کردم که امروز جنگ عموما جنگ تجارتی شده، جنگ سیاسی شده بین دو قوم، بین دو گروه، بین دو رهبر، بین دو سیاسیون یا بین دو جنگ سالار عموما این صورت میگیره. خیلی سپاس، خیلی تشکر از اینکه تشریف آوردین.